خدمت دوستان، امروز میخواییم ایموجی اندروید رو به آیفون تبدیل کنیم. برای این کار فقط به برنامه زد فونت نیاز داریم و اینکه این آموزش فقط برای کسانی که اندروید گوشیشون 9 به پایین است. البته بعضی از ورژن‌های اندروید 6, 7 و 5 هم پشتیبانی نمی‌کنه و اندروید 10 که کلاً پشتیبانی نمی‌کنه. برای اونام یه راه حل دیگه داریم. البته برای اونایی که فقط ادیت می‌خوان استفاده کنن از این ایموجی ها، آخر ویدیو یه راه حل دیگه برای اونا هم داریم. پس تو ادامه ویدیو با ما همراه باشید. در ابتدا میتونید برنامه زد فونت رو توی مایکت و گوگل پلی دانلود رو نصب کنید. حالا من از قبل دانلود کردم، الان فقط به روز رسانی میشم. از اینکه برنامه رو نصب کردید، از منوی گوشیتون برنامه زد فونت رو باز کنید، که البته طبیعتا گوشی اکثرتون زبان گوشیتون فارسی مثلا، که متاسفانه زبان فارسی رو پشتیبانی نمی کنه این برنامه و کادراش مشخص نیستن. اونجور که میبینید یه نوع باگه. برای حل این باگ باید تنظیمات گوشیتون رو باز کنید و زبان گوشیتون رو تغییر بدید. ترجیحاً انگلیسیش کنید بهتره، که تو هر گوشی تغییر زبان گوشی یه جوره کنید، باید خودتون هم بلد باشید دیگه. حالا مال من اینجوریه، نمیتونم بگم مال شما حتما همینطوریه. بعد از اینکه زبان گوشیتون رو انگلیسی کردید، همونجور که میبینید کادر مشخصه و میتونید استفاده کنید راحت. اون بالا تب سوم از سمت چپ گزینه ایموجی. ایموجی زیادی داره، مثل گوگل 11، اندروید 10، فیسبوک، ولی ما iOS رو میخواییم. کامل ترینش هم iOS 14 که من از قبل دانلود کردم، ولی برای شما گزینه دانلود میاد. حالا برای من این پایین ست زده چون قبلا دانلود کردم این فونتو. برای شما دانلود میاد و باید دانلودش کنید. اگر که ارور داد، این کار نکرد، فیلتر شکنتون رو روشن کنید، بدون مشکل دانلود میکنه. اینجا باید مدل گوشیتون انتخاب کنید. مثلا سامسونگ زیرشاخش مدل اندرویدتونه، همونطور که میبینید اندروید 9 به پایینه، اندروید 9 تا 4. اندروید 10 رو پشتیبانی نمی کنم. برای اندروید 10 هم یه راه حل دیگه داریم که میتونن گوشیشون رو روت کنن و اون منوی اول به جای سامسونگ روت سیستم رو انتخاب کنه. ولی یه راه حل دیگه هم هست، باز میگیم. حالا مثلا برای شیائومی یا هواوی یه جوره، بر اساس نسخه میوآی انتخاب میکنید که میوآی گوشیتون تو تنظیمات میتونید پیدا کنید. حالا من روی این گوشیتون شیائومی هست، انتخاب میکنیم شیائومی پرانتز میوآی گزینه دوم و اینجا بر اساس میوآی گوشیتون، میوآی اکثرا بالای 7 دیگه میوآی گوشی که همون گزینه سوم رو بزنید. بعد سعی میکنید تا پک بشن ایموجی ها. اینجا یه چیز میاد، مهم نیست، بزنید اوکی و وارد تم منیجرتون میشه. حالا برای من 4 تاست، ولی برای شما 2 تاست، چون من قبلا اعمال کردم. از بین اون 2 تا یکی از که نوشته اپلی می، خب اونو میزنید، گزینه سبز اپلی رو میزنید و فونت اعمال میشه به همه راحتی. ولی چون بر اساس تم گوشیتون هم یکم تغییر میده. حالا میریم که فونت رو تست کنیم ببینم ایموجی ها تغییر کرده یا نه. حالا شاید تو بقیه گوشیت همین الان تغییر کنه، ولی تو گوشی من اینجوری نیست. یعنی اینکه الان فونت رو اعمال کردیم ولی تغییر نکرده. اینجور که میبینید ایموجی های قبلی. برای اینکه تغییر کنه باید گوشیتون رو ریستارت کنید. کار آنچنان سخت نمیشه. گوشیتون رو ریستارت میکنید. خب حالا میرم ببینم تغییر کرده ایموجی ها یا نه. اسمس ها رو باز کنیم. حالا یکی پیدا کنم. این پشتیبانی نمی کنه از پیام.
خب همون جور که میبینید این پایین ایموجی ها تغییر نکرده، که به خاطر قسمت اسمس گوشیمه، ولی در اصل اون ایموجی ها تغییر کرد، فقط اینجا اینجوریه. اونجور که میبینید اون بالا ایموجی ها تغییر کرده، بقیه با جاها این پایین هم تغییر میکنه. خیالتون رو برای اونایی که به هر ترتیب فونت رو گوشیشون پشتیبانی نشد و نتونستن، مثلا اندروید 10 یا گوشی های دیگه، این راه حل فقط برای کسانیه که میخوان برای ادیت استفاده کنن. گوگل کرومتون رو باز کنید و اینو تایپ کنید و سرچ کنید توش و PNG تمام ایموجی ها رو دانلود کنید. PNG یعنی پس زمینه نداره. سایت های زیادی هست، بهترینش هم این سایت اولیه، یکم قدیمی هست، مال سال 2019، ولی خب کار رو را میدازم. این پایین گزینه دانلود رو بزنید، توی یه فایل زیپ حدود 2000 خورده ایموجی هست که همشون رو جمع کرده میتونید دانلود کنید. حالا مراحل دانلودشی که خودتون میتونید انجام بدید.